خدمت بینندگان محترم شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرض سلام و احترام و تحیت دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم هر جا که هستید و این برنامه را تماشا می کنید ملبس به لباس عافیت و مزین به زینت تقوا و منور به نور هدایت اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام باشید و پروردگار عالم قلوب ما و شما را پر از نور محبت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و پر از نور مودت حضرت بقیت الله فی العالمین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بفرماید و پروردگار عالم ما را از شیعیان واقعی و از پیروان راستین و از متوسلین مخلصین به درگاه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام قرار بدهد و پروردگار عالم هر لحظه و هر آن به معرفت ما و به مودت و دوستی ما به وفاداری و اطاعت ما نسبت به ذات اقدس و ذات جبروتی و قدوسی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و ائمه هدات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و بالاخص ذات مقدس و ذات مبارک و ذات عالی مرتبه حضرت ولی عصر علیه الصلاة والسلام اضافه بفرماید و پروردگار عالم اقدام ما را بر سبیل محبت امیر المؤمنین علیه السلام و پیروی امام عصر علیه الصلاة والسلام و غلامی درگاه 12 امام علیهم الصلاة والسلام اقدام ما و اقدام آل و اولاد ما را تا روز قیامت ثابت و استوار نگه بفرماید و پروردگار عالم اموات ما را مغفرت کند و پروردگار عالم رحمتش را غفرانش را برکاتش را روح و ریحان از جنات النعیم بر ارواح آنها و بر قبور آنها متواترن نازل بفرماید و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ذات اقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام را نصیب ما و اموات ما و گذشتگان ما و نسل و زراری ما و برادران دینی و خواهران دینی ما بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. ذات اقدس پروردگار عالم را با لسان پر از گناه در این روز اول ماه رجب الاصحاب و در روز ولادت حضرت باقر علوم النبیین علیه الصلاة والسلام به حق اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام سوگند می دهیم که بار الها ترا سوگند می دهیم به حق حبیبت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق سبت اکبر گل بستان نبوت و تاج سر ائمه هدا حضرت امام مجتبی علیه الصلاة والسلام و به حق امام شهید امام غریب باب الحوائج سلطان زمین و آسمان حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام و به حق فرزند ایشان و نور عین ایشان و میوه دل ایشان حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه الصلاة والسلام و به حق امام معصوم و به حق شفیع روز جزا و به حق پناه مستضعفین و شیعیان در احوال و شدائد و به حق تاجدار سریر امامت و ولایت حضرت امام باقر علوم النبیین علیه الصلاة والسلام و به حق ذریه طیبه و طاهره آنها و بالاخص به حق بی نهایت و به حق عظیم و به حق مقدس حضرت بقیت الله فی العالمین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. پروردگارا ترا به حق آنها و به اسم آنها و به بزرگی آنها و به کرم آنها در نزد خودت ترا میخوانیم و سوگند میدهیم که پروردگارا نظر لطف و کرم نظر احسان و منت بر بیچارگان عصر غیبت بفرما و فرج امام عصر علیه الصلاة و السلام را برسان
به آن بزرگوار اذن قیام، عنایت بفرما، مقدمات ظهور آن حضرت را فراهم بفرما، ممانع ظهور آن بزرگوار را برطرف بفرما. پروردگارا آن بزرگوار مدت طولانی در زندان غیبت، در چاه غیبت، پروردگارا ایشان زندانی بوده، پروردگارا تو اضطراب امام عصر علیه السلام را با فرج ایشان تبدیل به شوکت سرمدی بفرما. پروردگارا تو کسم پرسی و فراموش شدگی تاجدار خاندان نبوت و امامت علیه السلام را تبدیل به شوکت سرمدی با فرج موفور و سرور ایشان بگردان. پروردگارا تو مظلومیت امیر المؤمنین علیه السلام را، مظلومیت حضرت زهرای اطهر علیه السلام را، مظلومیت امام مجتبی علیه السلام را، مظلومیت حضرت سید الشهدا علیه السلام را، مظلومیت حضرت زینب کبرا و دعاهای دل آن بیبی دو عالم سلام الله علیها را پروردگارا تو جبران بفرما و تبدیل به مسرت، تبدیل به شادمانی، تبدیل به عزت بفرما. با فرج حضرت ولی عصر علیه السلام خدایا این امتحان طولانی را تو پایان ببخش. پروردگارا ما گناهکار، ما روسیا، ما ناقابل، ما دعای ما، مناجات ما، مسئلت ما لائق درگاه تو نیست، زبان ما آن پاکی را ندارد که ذات مقدس تو را خطاب بکند، اما تو کریمی، تو از گناهکاران دعای اونها را میشنوی. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. یا رب العالمین، بحق حبیبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك 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 الفرج، اللهم صل على وليك الأعظم الإمام المنتظر صلاة كثيرة لا عدد لها، اللهم ارفع شأنه وارفع رايته وزده علما وقوة وهيبة في قلوب أعدائه. پروردگارا دشمنان حضرت ولی عصر علیه السلام را پروردگارا در دنیا روسیا و ذلیل و بیچاره و مسکین و ضعیف بگردان و دست و پای اونها را شل بفرما و کمر آنها را بشکن و در آخرت آنها را به عذاب شدید سرمدیت مبتلا بفرما. عدد شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام را و عدد شیعیان حضرت بقیت الله فی العالمین علیه السلام را هرچی بیشتر بفرما و ما را از آن عده شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام و امام عصر علیه السلام قرار بده که تو از آنها راضی هستی و گناهان آنها را بخشوده ای و آنها را از اهل نجات قرار داده ای. و پروردگارا دست ما را از دامان امام زمان علیه السلام کوتاه نفرما، مستحق نظر لطف حضرت نیستی. پروردگارا تو کرم بنما، به حق امام، به حق ناطق، بحر حقائق، امام باقر علوم النبی علیه السلام و روحی له الفدا، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف.
پیردگان محترم، خدمت شما عرض سلام دارم و سال روز ولادت حضرت امام باقر علوم النبیین علیه الصلاة والسلام را به پیشگاه خاندان عصمت و طهارت با زبان پر از گناه و نالائق تبریک عرض می کنم و به خدمت شما بینندگان محترم شاد باش و مبارک می گویم. انشاءالله العزیز که خداوند متعال به ما معرفت آن سرور عظیم و شان و توفیق پیروی از مقصد و مرام ایشان عنایت بفرماید. بینندگان محترم، بحث ما در بررسی مشروعیت انقلاب و بالاخص و بالخصوص انقلاب سال 57 به رهبری آقای خمینی بود و وجوه متعدد بر بطلان این انقلاب شوم و بر خطا بودن و گناه بودن و منحرف بودن این انقلاب منحوس به عرض شما رسید. یکی از ادله‌ای که هم ولایت فقیه را به صورت صریح ابطال می کند و هم اصل انقلاب را باطل می سازد این است که قول به ولایت مطلقه فقیه قول به امامت فقیه است، و چون فقیه این منصب را ندارد، این قول قول به امامت کسی هست که او را خدا امام نسب نکرده، و این در روایات متعدده و کثیره خروج از اسلام به کفر خفی می باشد. یعنی قائلین به ولایت فقیه در دنیا محکوم به احکام ظاهریه اسلام هستند، قائلین به امامت فقیه به عبارت دیگر در عالم دنیا اینها محکوم به احکام اسلام هستند و در آخرت اینها مانند جماعت عمریه و مانند جماعت وهابیه و مانند بقیه ائمه زلالت و پیروان آنها، اینها از دائره اسلام خارج محشور می شوند. ادله زیادی بر این مدعا در جلسه گذشته خدمت شما سروران بزرگوار تقدیم گشت. بینندگان محترم، در مفهوم امامت و در تعریف امامت این نقطه را باید توجه بکنید. ولایت تکوینی یا عصمت و یا علم غیب در اصل تعریف آن و در اصل منصب آن و مسند آن و جایگاه آن اخذ نشده. علماء بزرگوار شیعه که در کتبشان امامت را تعریف کرده اند، مانند کتاب صاحب کتاب شرح باب حادی عشر یا صاحب کتاب شریف البرهان الجلی و یا صاحب یا کتاب حق الیقین علامه مجلسی و یا علماء عامه، بر این تعریف امامت، تعریف مشهور و معروف، همگی اجماع دارند که امامت عبارت است از ریاست و دین و دنیا نیابتا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی امامت عبارت است ریاست امور دنیویه و امور دینیه، و ریاست یعنی رهبری و پیشوایی، رهبری و پیشوایی امور دین و دنیا نیابتا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و قصد نیابتا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آورده اند، چون این تعریف نبوت و رسالت را هم شامل می شود اگر این قید نباشد. برای اخراج مقام نبوت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم این تعریف را آوردند. حالا من به عنوان مثال برای شما نشان می دهم بینندگان محترم، این کتاب خیلی قیمتی و خیلی کتاب عالی نوشته مرحوم علامه مجلسی هست، حق الیقین علامه بزرگوار مجلسی، چاپ انتشارات کانون پژوهش. در اینجا در باب پنجم در امامت است و مراد از امام کسی هست که مقتدا و پیشوای امت باشد در جمیع امور دین و دنیا، به نحوی که پیغمبر می کرد
به نیابت و جانشی پیغمبر، نه بر سبیل استقلال و در آن چند مقصد هست. این تعریف امامت است. امام کسی هست که مقتدا و پیشوای امت باشد در جمیع امور دین و دنیا، به نحوی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رهبری میکرد و اما بنیابت و جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نه بر سبیل استقلال که بدون این که پیغمبر اکرم صلی الله جانشین کسی باشد. لذا دوستان عزیز بیننده، این تعریفی هست که خیلی متداول هست نزد علمای شیعه. نزد علمای عمریه هم تعریف همچنین هست. مثلا در کتاب شرح المواقف قاضی عضد عبدالرحمن ایجی، این شرح مواقف هست و شارح آن میر سید عبدالشریف جرجانی هست، تبع منشورات محمد علی بیضون، تبع دار الكتب العلمیه، در المرصد الرابع فی الامامه، بله، فی وجوب نصب الامام ولا بد من تعریفها اولا، قال قوم من اصحابنا الامامه رياسه عامتون فی امور الدین و الدنیا. بله، میگوید عده ای گفتن که امامت عبارت از ریاست عامه در امور دین و دنیا. بعد گفتن که خب این تعریف و نقض هذا التعریف بالنبوه، این تعریف نبوت را شامل می شود، پس باید اینجا قید بزنیم هی خلافت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی اقامت الدین و حفظ حوزة المله بحیث یجب اتباعه على کافت الامه. بله، میگوید که بله، پس میگوید که این را ما تعریف دیگری من خودم عرضه می دارم در اینجا، و اون تعریف دیگر این است که عبارت است از خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اقامه دین و حفظ حوزه دین، به طوری که اتباع او بر تمام امت واجب باشد، بر طوری که به تمام امت اتباع او واجب باشد. و بعد میگوید که بله، والقید الاخیر یعنی یجب اتباعه على کافه الامه یا یخرج من ینصبه الامام فی ناحیه کالقاضی مثلا. میگوید این قید، این که به تمام امت اتباع او واجب باشد، این قید خارج میکند آن کسی که اتباع از او واجب هست اما او را برای عده ای از مردم خلیفه نصب کرده، خلیفه یک کسی را استاندار نصب کرده، قاضی نصب کرده، برای اخراج او این قید را آوردیم. در کتاب خدمت شما عرض برسانم که فضل ابن روزبهان در کتاب ابطال الباطل خود اونجا هم تعریف شبیه این آورده، تعریف شبیه این برای امامت آورده. این دلائل الصدق مزفر هست و الامامة مناقشة الفضل، صفحه چند؟ صفحه 8 مجلد دوم. و الامامة عند العشائرة، فضل ابن روزبهان، هي خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. خيل خب بين النقان عزيز بله، كسيك واجب الاتباع باشد وو رياسات داشته باشد بر تمام مسلمين در أمور الدين والدنيا، إن منظور إمامت هست. و کسانی که غاصب حق امامت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بودن، اینها مدعی اسمت نبودن. ابو بکر مدعی اسمت نبود، عمر مدعی اسمت نبود، جماعت عمریه هم قائل به اسمت ابو بکر و عمر و عثمان نیستن. کسانی که بله غاصب حق ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام بودن، چه از خلفاء غاصب و چه از علما و فقهای عامه که مردم را از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و از شناخت آنها و پیروی آنها جلوگیری می کردن، اونها مدعی نه ولایت تکوینی بودن، نه مدعی اسمت بودن، نه مدعی علم غیب بودن، و نه مدعی این بودن که تمام امور را می دانند. لذا و در عین حال احادیث و روایاتی که در کفر کسی که امام نباشد و امامت را ادعا بکند، برای همین کسان
از جمله ابو بکر و عمر و عثمان و بقیه خلفاء غاصب و فقهاء فرقه عامه صادر شده. و بینندگان محترم، اینجا بحث لفظی نیست که آیا کلمه امام جائز هست در غیر ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام به کار برود، گرچه من خودم این کار را درست نمیدانم و علمای شیعه ابدا این کار را نمی کردن. کلمه امام و واژه امام را برای غیر ائمه علیهم الصلاه و السلام به کار ببرند. جماعت دجالی هم واژه امام را به کار میبرند، اما این عمده نیست. عمده اینه که اینها جماعت دجالی واژه امام را برای ولی فقیه رهبر خود به کار میبرند، این عمده اشکال ما نیست. یک روز جماعت عمریه جماعت دجالیه بگویند که ما دیگر به خامنه ای امام نمیگوییم، گرچه همون طوری که در 20 سال اول رهبری خامنه ای به او امام نمیگفتند، گفتند آیت الله خامنه ای، ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم، مقام معظم رهبری، این واژه ها را به کار می بردن. این مهم نیست. همان طوری که جماعت عمریه و بکریه برای ابو بکر و عمر امام نمیگویند، قائل به امامت او هستند، قائل به ریاست دینی و دنیوی ابی بکر و عمر هستند، اما او را امام عموما نمیگویند، خلیفه میگویند. و امام به امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما را عموما امام میگویند و ائمه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام را الامام الصادق سلام الله علیه، الامام الباقر، ائمه اهل بیت علیهم السلام را در کتب عمریه متداول هست و شایع هست که امام میگویند. و جماعت عمریه گرچه برای ابو بکر و عمر امام نمیگویند، اما منصب امامت را برای او قائل هستند و در جاهایی که بخوان مدح بکنند و در کتابهای کلامی خود مبحث امام مبحث میکنند، اونجا واژه امامت را برای ابو بکر و عمر به کار میبرند. اما مهم این است که بحث ما در لفظ نیست، بحث ما در محتوا، بحث ما در اون مطلب و معنا هست. خب بینندگان محترم من، جماعت دجالیه ولی فقیه را رئیس میدانند و رهبر و پیشوا میدانند در جمیع امور دین و دنیا که بر تمام امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اتباع او واجب هست و او اختیارات او استثناء ندارد، اختیارات او به وسعت اختیارات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. و این مطلب بینندگان عزیز در خود قانون اساسی این جماعت زاله و این جماعت خطرناک و منحرف آمده. بینندگان محترم، این قانون اساسی حکومت ایران هست، قانون اساسی جمهوری غیر اسلامی ایران، در اینجا در اصل 57 همونطوری که مشهور است و معروف است، شما خودتان قبلا هم دیده نشان دادم، خود شما هم دیدید، اصل 57 بالای صفحه، قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، ببینید دوستان عزیز، ولایت مطلقه امر و امامت امت، خب خیلی واضح و روشنه که قوه قضائیه ایران یا قوه مقننه، مجلس شورا و یا مجلس خبرگان یا مجلس دیگری هم دارد، مصلحت دارن چی دارن، یا ریاست جمهوری، اینها زیر نظر امام زمان علیه السلام کار نمی کنن و امام زمان علیه السلام در شؤون اینها دخالت ندارن. اینها منظورشان از امامت امت چیست؟ منظورشان از امامت امت همون ولایت مطلقه امر هست. این قوای سگانه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند، این قوا مستقل از یک دیگرند. خب بینندگان عزیز من، ولایت مطلقه در قانون اساسی اینها آمده و عطف تفسیری ولایت مطلقه امامت امت هست. خب الله، اما کلام ما در الفاظ نیست، مادامی که آن معنا را، آن مطلب را، آن منصب را، آن مسند را، آن مقعد را و آن جایگاه را و آن اختیارات را جماعت دجالیه برای ولی فقیه، برای رهبر و پیشوای خودشان قائل هستند،
این رهبر و پیشوای اینها یا خدا و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام او را این منصب داده یا نداده. اگر این منصب را داده بجا هست و درست هست و کار خلافی نیست، اما اگر نست این مقام را خدا و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اطهار علیهم الصلاة و سلم به فقیه نداده، این کاملا قول به امامت کسی هست که او امام نیست. و این احادیث که در تکفیر و تفسیق و در بیان زلالت و گمراهی و شقاوت و جهنمی بودن کسانی که قائل به امامت کسی که از جانب خدا امام نیست، اینها را شامل می شود، این جماعت را شامل می شود. و ادله ولایت فقیه بینندگان عزیز من، ادله آبکی، ادله باطل و ادله برای عوام فریبی و تدلیس هست. و دیروز شما دیدید یک کسی از شبکه ولایت فقیه به ما زنگ زد و اینجا وقت شما بینندگان عزیز و وقت ما را گرفت و باعث از باب این که گفتگو کردن با جهال باعث اذیت انسان می شود، باعث اذیت و باعث آزار ما شد، چون ممارات نمودن با جهال در شأن ما نیست، اما به خاطر این که اونها به خاطر این که حجت تمام بشود و به خاطر این که او از شبکه ولایت زنگ می زد و یکی از مجریان برنامه او بود و به خاطر این که دور و بر او عده‌ای نشسته بودند و او را یاد می دادند همه انطوری که ظاهر بود، ما تحمل کردیم بینندگان محترم ما و با ایشان صحبت کردیم و شما دیدید که حدیث شریف مقبوله عمر ابن حنظله، او اجنبی از بیان این که فقیه یا راوی اخبار و یا ناظر به حلال و حرام، او اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دارد می باشد و اون حدیث فقط در آنجا حکم نصب شده، قاضی نصب شده، داور نصب شده و آن را ما منکر نیستیم. بله، و لذا به عبارت دیگر ادله ولایت فقیه مقام ریاست دین و دنیا را به نحوی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشت برای فقیه ثابت نمی کند. لذا قول به ولایت فقیه کفر بالله تبارک و تعالی و سبب خروج از دین به کفر خفی هست و نه به کفر جلی. فرق این منظور چیست از کفر خفی و کفر جلی؟ بینندگان محترم، کفر جلی آن است که شخص بیاید علنا مرتد بشود و بر او احکام مرتدین در دنیا جاری می شود. مثلا کسی می آید می گوید من دیگر قبول ندارم که قرآن کتاب خدا هست. این شخص همون لحظه کافر هست و عرق او نجس هست و نکاح او باطل هست و بر او احکام کفار در دنیا جاری می شود و در آخرت هم کافر هست. یک کسی می آید، بینندگان عزیز من، این کفر جلی هست. کفر خفی چیست؟ یک کسی می آید می گوید من امیر المؤمنین علیه السلام را قبول ندارم، دوازده امام شما را اصلا قبول ندارم، اینها را نمی شناسم. بینندگان محترم، اینها حقیقتا کافرند. این در حقیقت بین او و بین کسی که پیش بت سجده می کند هیچ فرقی نیست، اما شرع اسلام این را فرموده، اهل بیت اطهار علیهم السلام این را فرموده که این شخص بر او احکام اسلام جاری می شود، مانند مسلمین با او معامله می شود. وقتی که مرد در اون سرا در و در اون دنیا کافر محشور می شود. مثلا عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین مدینه بود و سوره منافقین خیلی از آیاتش درباره او نازل شده، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله يعلم انك لرسوله صلى الله عليه واله وسلم والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. می آیند حبیب ما، منافقین پیش شما میان میگویند که شما، ما شهادت میدیم که شما پیغمبر هستید. خداوند متعال میفرماید که خداوند متعال میداند که شما پیغمبر هستید صلی الله علیه و سلم، اما اینها دروغ میگویند، یعنی این عقیده را ندارند، منکر رسالت هستند، دروغ شهادت میدن، این عقیده شان نیست. همین عبدالله ابن ابی ابن سلول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که منافق بود اما به ظاهر تظاهر به اسلام میکرد، احکام مسلمین را بر او جاری میکرد و حتی پیرهن خود را همون طوری که گفتم برای کفن او فرستاد که در آن مصالحی بود که عده زیادی از مردم به خاطر این سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شدند. لذا بینندگان عزیز ما، وقتی که میگه قول به ولایت فقیه کفر است،
نه این که حالا ما بگوییم که جماعت دجالیه اینها نجسند، نه اینطوری نیست، این کفر کفر جلی نیست و کفر خفی است، مانند ابن تیمیه، مانند ابو حنیفه، بله نعمان ابن ثابت، مانند ابو هریره، مانند معاویه ابن ابی سفیان که در ظاهر مسلمان بود، مانند عمر ابن الخطاب که بر او احکام مسلمان ها در دنیا تا ظهور امام عصر علیه السلام بر اینها جاری می شود. اما امام زمان علیه السلام وقتی ظهور بکنند دیگر ایشان شرایع و احکامی را که ایشان خداوند متعال برای عصر ظهور ذخیره داشته ایشان ظاهر می سازند و اونها اون زمان خیلی از امور تغییر می کنند و خیلی از احکام که به ما نرسیده یا برای این مقطع قبل از ظهور امام عصر علیه السلام بوده این احکام نسخ می شود و احکام جدید آنطوری که نزد امام عصر علیه السلام هست اون زمان برای ما و شما بیان می گردد. و امام زمان علیه السلام طبق احادیث و روایات و استنباط این حقیر بر منافقین احکام مسلمین را جاری نمی کنند بلکه بر منافقین احکام کفار را جاری می کنند. خب بینندگان محترم این مجمل کلام بود، اما ادامه بحث و ادامه گفتگو خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم، این امر که کسی که قائل باشد به امامت کسی که خدا او را امام قرار نداده این کفر هست و شرک بالله تبارک و تعالی هست، احادیث صحیحه الا ما شاء الله در این باب وارد شده و در این باب آمده و قول به ولایت فقیه این را خوب توجه بکنید، قول به امامت هست. چرا؟ چون امامت یعنی چی؟ ریاست دین و دنیا نیابتا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم بحيث يجب اتباعه على كل احد، به طوری که پیروی از آن رئیس بر همگی واجب باشد. این منصب را خب حقیقت امامت اینه، جماعت دجالیه برای رهبر خودشان قائل هستند، حرف ما در واژه امام نیست، اینا گرچه واژه امام را هم به کار میبرند، حالا یک وقتی به کار نبرند، حرف ما در منصب هست، در مسند هست، در جایگاه و در اختیارات هست. و چون ولی فقیه این اختیارات را ندارد و خدا به او نسپرده، این قول کفر بالله تبارک و تعالی است. جواب جماعت دجالیه که شما جوابی نداشتید دیروز شنیدید، میگویند که ما نمیگوییم که ولی فقیه ولایت تکوینی دارد، ولی فقیه عصمت دارد، ولی فقیه علم غیب دارد. بینندگان محترم من، اصلا در معنای امامت این امور ماخوذ نیست. در تعریف امامت این امور ولایت تکوینی، عصمت و علم غیب ماخوذ نیست. و جماعت دجال امریه اونها مدعی نیستن، کسی ادعا نکرده از جماعت امریه که ابو بکر ولایت تکوینی داشت، اونا ولایت تکوینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را منکر هستن، یا اینکه ابو بکر معصوم بوده ابدا و قطعا، یا اینکه ابو بکر علم غیب داشت، کرامات را گفتن، کرامات ولایت تکوینی نیست. بینندگان عزیز من، ولایت تکوینی اینه که تمام ذرات عالم از او، تمام مخلوقات از او اطاعت بکنند. و جماعت امریه این را نگفته. و بقیه کسانی که امامان مدعی باطل بودن، مانند مثلا محمد ابن عبدالله الارقط المعروف به نفس الزکیه، ائمه زیدیه، ائمه اسماعیلیه، ائمه فرقه باطله، مانند ابو حنیفه و شافعی و احمد ابن حنبل و انس ابن مالک و غیر اینها، اینها هیچ کدام اینها مدعی این امور نبودند و این احادیث در حق اونها صادق است. لذا عذری که همونطوری که برای شما مکرر در جلسه گذشته توضیح دادم، عذری که جماعت دجالیه میارند، این عذر پیش پا افتاده ای هست و غیر مقبول هست. شما قائل به امامت ولی فقیه هستید، جماعت امریه، عفوا جماعت دجالیه، شما قائل به امامت ولی فقیه هستید و این احادیث شما را شامل می شود و شما جوابی ندارید. من میدانم که شما جوابی ندارید و علماء ما شما اجازه نمیدین که اونها اظهار نظر بکنن و شما این جو خفقان و جو رعب و وحشت را در بر علماء ما مسلط کرده اید، هم در ایران هم در خارج از ایران. علمایی که حتی خارج از ایران هستند جرأت نمی کنن برای علیه جمهوری صحبت بکنن، به خاطری که این جمهوری خدا ناشناسه، این جمهوری بالخصوص نسبت به علما خیلی حساس است که علما نباید بر علیه اینا صحبت بکنند. اگر عالمی کوچکترین صحبتی بر اینها بکند خون او را مباح میدانند و حالا زندگی را اگر خون او را به او دستشان نرسد او را بکشند،
زندگی را تا اون حدی که میتوانند بر او تنگ میکنند. بینندگان محترم، روایات و احادیث در این باب زیاد هست. من پاره ای از این روایات را برای شما خواندم، پاره دیگر را امشب خدمت شما به حد توان به عرض میرسانم و بعدم انشاءالله تماس های تلفنی شما به قدر استطاعت و به قدر توان پاسخ داده خواهد شد. بینندگان محترم، این کتاب اصول کافی، الاصول من الکافی، بله، نوشته مرحوم کلینی رضوان الله علیه، جزء اول طبع دار الکتب الاسلامیه، کتاب الحجه، من ادعى الامامه وليس لها باهل ومن جحد الائمه او بعضهم ومن اثبت الامامه لمن ليس لها باهل. میفرماید این باب در بیان کسانی هست که امامت را ادعا بکند و اهل امامت نباشد، مستحق امامت نباشد، و یا اینکه یکی از ائمه علیهم السلام را یا همه ائمه علیهم السلام را انکار بکند، و درباره کسانی که اعتقاد به امامت کسی دارند که او امام نیست، یعنی مانند فرقه عمریه و فرقه دجالیه. بینندگان محترم، حدیث آخری که دیروز خواندیم حدیث ششم در این باب بود که خدمت شما دوستان عزیز به عرض رساندیم که این حدیث شریف سند آن صحیح و متصل هست. از وجود نازنین حضرت امام ابی عبدالله قرآن ناطق بحر حقائق، امام صادق علیه السلام روایت می فرماید من اشرک مع امام امامته من عند الله من لیست امامته من الله کان مشرکا بالله. کسی که با امامت کسی که او امامت او از جانب خدا هست، مانند امام صادق علیه السلام، یک کسی دیگر را شریک امامت او بکند که امامت او از جانب خدا نیست، مانند کی؟ مانند عرقت، مانند محمد ابن عبدالله المحف. محمد ابن عبدالله المحف معروف به نفس زکیه، معروف به عرقت، او فرزند عبدالله محف هست و عبدالله محف فرزند حسن مسنا هست و حسن مسنا پسر امام حسن مجتبی علیه السلام. محمد ابن عبدالله یعنی با سه پشت فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام ادعای امامت کرد. امام صادق علیه السلام امامتش از جانب خدا، عبدالله ارقد امامتش از جانب خدا نیست، محمد ابن عبدالله ارقد امامتش از جانب خدا نیست. کسی که عبدالله محمد ابن عبدالله ارقد را شریک امام صادق علیه السلام بدانند مشرک به پروردگار عالم، شرک مشرک شده به خداوند متعال. حدیث صحیح است. انطباق آن بر جماعت دجالیه، امام زمان علیه السلام بلا ریب و بلا شک امامت او از جانب پروردگار عالم، ولی فقیه امامتی ندارد، فقها فقط در حد افتا و در حق رفع تخاصم از جانب ائمه علیهم السلام مقام قضا را دارند، بقیه این که تمام ریاست دین و دنیا را داشته باشند نه، دلیل قائم نشده. پس اولا خامنه ای فقیه نیست، فقیه هم اگر می بود این که ریاست عامه داشته باشد، حق طاعت بر جمیع امت بر جمیع امور داشته باشد ندارد، اگر فقیه هم می بود این اختیارات را نمی داشت. لذا قائلین به ولایت آقای خامنه ای قائلین به امامت آقای خامنه ای هستند و این امامت را خدا به خامنه ای نداده، این قلابی هست و جعلی است و دروغینه. لذا بینندگان عزیز من، جماعت دجالی مشرک هستند، شریک کردن خامنه ای را با امام زمان علیه السلام در امر امامت، و این شرک بالله تبارک و تعالی هست و این استدلال خیلی روشنه، خیلی واضح. من اینقدر اینو توضیح میدهم که بله شاید این توضیحات من برای خیلی از بینندگان محترم لازم و ضروری نباشد، اما به خاطر من میخوام که ابهامی در کلام نماند و اونهایی که کمی از عوام هستند و مطالب را زود متوجه نمیشن برای اونها مطلب روشن بشود. شرک بودن این کار خیلی واضح و روشنه. بینندگان محترم من، روایت بعدی را خدمت شما دوستان عزیز من عرض میکنم. روایت بعدی روایت نهم هست. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری رضوان الله علیه که از بزرگان شیعه و از ثقه هستند و جلیل هستند. ان الحسن ابن سعید، حسن ابن سعید احوازی ثقه هست و بله داستانهای او
که با علی ابن محزیار و غیره در کتب رجال آمده. عن ابی وهب، ابی وهب برای او مجهول هست و ما او را نمیشناسیم. عن محمد ابن منصور، محمد ابن منصور، چند تا محمد ابن منصور هستند؟ یک محمد ابن منصور ابن یونس بزرگ هست که احتمالا این اون باشد، و این محمد ابن منصور ابن یونس ابن بزرگ ایشان صاحب کتابی بوده از اصحاب امام کاظم علیه الصلاه و السلام و از اصحاب امام رضا علیه الصلاه و السلام هستند، و ایشان کتابی داره و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی کتاب او را ذکر کردن و نزد اونها بوده کتاب. لذا دوستان عزیز بیننده، ابو وهب برای ما مخفی هست، اما به خاطر اینکه کنیه را ذکر کرده مرحوم کلینی رضوان الله علیه، برای اونها معروف و مشهور بوده. به طبق موازین علماء معاصر که ما میزان اینها را درست نمیدانیم، طبق میزان اینها این حدیث مجهوله، این حدیث مجهوله به خاطر مجهول بودن ابو وهب. اما طبق مبنای ما که میگویم احادیث شریف کتاب شریف کافی صحیح است، در بعضی جاها بعضی از احادیث جهت صدورش تقیه هست، بعضی از احادیثش صعب و مستصعب هست، ما علمش را و فهمش را برمیگردانیم به امام زمان علیه السلام، و بعضی از احادیثش باید تأویل بشود خلاف ظاهر، همون طوری که قرآن کریم خلاف ظاهر در بعضی جاها باید تأویل بشود، ید الله فوق ایدیهم باید تأویل بشود که اینجا دست جسمانی منظور نیست، و الا روایات کتاب شریف کافی صحیح هست. و محمد ابن منصور چون صاحب کتاب بوده و کتابش نزد نجاشی بوده و نزد شیخ بوده، به طریق اولا کتاب آن نزد مرحوم کلینی رضوان الله تبارک و تعالی علیه بوده، لذا مجهول بودن ابو وهب هم خیلی برای ما ضرری نمی رساند. و این حدیث شریف را علی ابن ابراهیم قمی، بل این عوض میخوام، عیاشی در کتاب تفسیر عیاشی خودش هم آورده این حدیث شریف را از محمد ابن منصور. در اونجا هست سألتو العبد الصالح، از امام کاظم علیه السلام پرسیدم. و در کتاب شریف خدمت شما به عرض برسانم، در کتاب شریف غیبت نعمانی آورده، و سألتو یعنی ابا عبدالله علیه السلام، در کتاب شریف غیبت نعمانی آورده که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم. لذا ازمار هم در اینجا ضرری ندارد، و در کتاب های دیگر هم این حدیث شریف آمده. لذا دوستان عزیز بیننده، و محتوای این حدیث و متن این حدیث چون موافق هست با احادیث صحیحه که من قبلا خدمت شما خواندم، لذا این حدیث شریف شکی در صحت آن نمیماند، چون قرائن را خدمت شما به عرض رساندم، شکی در صحت آن نمیماند. خب حدیث چیه دوستان عزیز؟ محمد ابن منصور میگوید سألته، پرسیدم، در کتاب غیبت نعمانی دارد از امام صادق علیه السلام، در کتاب شریف تفسیر عیاشی سألتو عبد الصالح یعنی منظور امام کاظم باب الحوائج سلام الله علیه، از ایشان پرسیدم، عن قول الله تبارک و تعالی و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليه آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. آیه مبارکه بینندگان محترم من در سوره اعراف هست. در سوره اعراف این آیه را ببینید و من براتون ترجمه میکنم و بعد به خود حدیث میپردازیم. راوی میگوید من این حدیث را یا از امام صادق علیه السلام یا از امام کاظم علیه السلام پرسیدم. و اذا فعلوا فاحشتن، هنگامی که آنها فعل فاحشه انجام میده، فعل فاحشه یعنی فعلی که خیلی زشت باشد، خیلی فعل خیلی بدی باشد انجام میدهند، میگویند قالو وجدنا علیها آباءنا، میگویند که ما پدران خود را یافتیم، ما پدران ما این کار را میکنیم چون پدران ما همین کار را میکردند. والله امرنا بها، خدا هم امر کرده که شما این کار را بکنید، فعل زشت انجام میدن چون پدران ما این کار را میکردن. از جماعت عمریم بپرسید که چرا شما از ابوبکر عمر پیدا، حالا پدرم در پدر دیگه این مذهب ما هست، پدر ما هم عمری بود، جد ما هم عمری هستیم، چرا حنفی هستی، مقلد ابو حنیفه هستی؟ میگه بله.
ما خاندان ما مقلد ابو حنیفه است. خدا هم امر کرده که شما از ابو حنیفه پیروی بکنید. قل حبیب من بینها بو ان الله لا یأمر بالفحشاء. خداوند متعال امر به کار قبیح کار بد نمی کند. عمر تیمم را بلد نبود، تیمم را بلد نبود. ابو حنیفه علمای بزرگ شما مانند ابن حبان در کتاب جرح خودش یا مانند ابن ابی شیبه در مصنف خودش ابواب زیادی را آورده با از ابو حنیفه اسم بردن که بر تقبیح ابو حنیفه که چطور مخالفت با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرد. آخر کسی که این چنین بد باشه چرا زودم پیروی بکنه؟ عمر بن الخطاب در کتاب‌های خود عمریه موجود، چلپاس خور بود، نسبش مشکل داشت، از جنگ ها فرار کرده، آیات کفر و نفاق درباره او خود اینها معترف هستند نازل شده و خود اینها میگوین عمر بن الخطاب کوچکترین مسائل شرعی را بلد نبود. خب های خداوند متعال امر میکنه که انسان یک آدم از یک انسان فاسق، انسان جاهل، انسان بیدین را پیروی بکنه. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. خداوند متعال شما را به کار بد کار زشت امر نمیکنه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا به خدا میگویید، به خدا نسبت میدهید چیزی را که خبر ندارید؟ یعنی به خدا دروغ نسبت میدهید. خب بینندگان محترم، از این آیه پرسیدیم، برگردیم به کتاب شریف اصول کافی. محمد ابن منصور گفت که من از امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام از این آیه پرسیدم. قال فقال، امام علیه السلام فرمودند هل رأیت احدا زعم ان الله امر بالزنا وشرب الخمر او بل شيء من هذه المحارم. امام علیه السلام فرمود آیا دیده ای که کسی ادعا بکند خداوند متعال امر کرده به زنا، شراب خوردن یا شيء من هذه المحارم؟ این فحشا چیه؟ بله، و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليه آباءنا او الله امرنا بها. هنگامی که اینها را میبینی که فعل فاحشه انجام میدهند، میگویند که پدران ما این کار را میکردند، خدا هم امر کرده. آیا تو دیده ای جایی که فعل فاحشه منظور شراب باشد یا منظور زنا باشد یا لواط باشد یا مثلا این کارها باشد؟ کسی بگوید خدا امر کرده که شما شراب بخورید، کسی بیاید خدا امر کرده که شما بیایید بله زنا انجام بدهید. مردم زنا انجام میدن، چرا زنا میکنی؟ خدا امر کرده پدران ما زنا میکنن. اینطوری هیچ جا نیست، اینطوری هیچ جا نیست. پس منظور از این فاحشه چیست؟ پس این گناهان زنا و لواط و شراب نیست. قلت لا، عرض کردم نه. فقال ما هذه الفاحشه التي، ما هذه الفاحشه التي يدعون ان الله امرهم بها. قلت الله اعلم ووليه. امام علیه السلام فرمودن پس منظور از این فاحشه چیست که اینها میگن خدا امر کرده به آن؟ من گفتم که شما میدانید، خدا میداند، شما ولی اعظم خدا هستید، سلام الله علی الائمه، شما میدانید، شما بفرمایید. فرمودن فان هذا فی ائمه الجور، این در ائمه جور، در ائمه ظلم، در ائمه ستم، ائمه زلالت، در اونها نازل شد. ادعوا ان الله امرهم بالاعتمام بقوم لم يأمرهم الله بالاعتمام بهم. مردم ادعا کردند که خداوند متعال امر کرده آنها را به این که پیروی بکنند، ائتمام پیروی کردن و قبول امامت. ائتمام باب مطاوعه هست از عمه امه، یعنی قبول امامت کردن، پیروی کردن، تابع شدن، اقتدا نمودن و اهتدا نمودن. اینها ادعا میکنن، ادعا کردن که خدا امر کرده که پیروی بکنن، اقتدا بکنن به قوم، به کسانی که لم یأمرهم الله بالاعتمام بهم، که خدا امر نکرده شما از اونها پیروی بکنید. اینها امامت کسانی را قبول کرده که امامت اونها از جانب خدا نیست. این آیه درباره اونها نازل شده. فرد الله علی ذلك عليهم فاخبر انهم قد قالوا عليه الكذبه وسمى ذلك منهم فاحشه. پس در این آیه مبارکه رد بر آنها هست
که قول به امامت کسی، قول به وجوب پیروی کسی که خدا نگفته از او پیروی بکنید. پس خدا بر اونها رد کرده و فعل آنها را فاحشه اسم گذاری کرده، فعل آنها را فاحشه اسم گذاری کرده. و دوستان عزیز، انطباق این قول بر قائلین ولایت فقیه بر شما من مخفی نمیماند که این 100% مو به مو بر اونها منطبقه، چون ولی فقیه این اختیاراتی را که جماعت دجالی مدعی هستند از جمله اونها حق حکمرانی کردن، حق تشکیل دولت، از این را خدا به اون نسپرده و این جماعت و دائره وسیع تمام اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برای جماعت، برای آقای خمینی و خامنه ای مدعی هستند. خب این حدیث شامل حال اونها هست. حدیث بعدی دوستان عزیز بیننده، حدیث 11. این حدیث 11 دوستان عزیز من سندش صحیح است و متصل. محمد ابن یحیی العطار ثقة امامی جلیل. احمد ابن محمد ابن عیسی العشری ثقة امامی جلیل. عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب سراد بینندگان عزیز، ایشان ثقه هست و بنابر یک قولی از اصحاب اجماع هست، اصحاب اجماع، تصحیح ما یصح عنهم. عن عمرو بن ثابت، عمرو بن ثابت و ثابت اسمش ابی المقدام بوده و در خیلی از روایات هست عمرو بن ابی المقدام. عمرو بن ابی المقدام کوفی بینندگان عزیز من از اصحاب امام زین العابدین علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و جناب نجاشی ذکر کرده که ایشان کتابی داشته، کتابی صاحب خودش صاحب کتاب بوده، بله، و ایشان هم ثقه هستند و توثیق ایشان مذکور هست، بله. و ایشان روایت میکنند از جابر ابن یزید جعفی و ایشان ثقه هست و از اصحاب امام باقر علوم النبیین علیه السلام هستند. پس سند صحیح و متصل و یکی از رجال آن اصحاب اجماع هست، تصحیح ما یصح عنهم و بله، دیگر روایت دیگر شکی در صحت آن نیست. سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل، بله، از جابر میگوید که من از امام باقر علیه السلام که ما امروز سال روز ولادت ایشان هست و برای ان شاء الله العزیز رضای حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام حدیث 3 صلوات تقدیم حضرت میکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. امام باقر عليه الصلاة والسلام خدمتشان مشرف شدم و پرسیدم از این آیه مبارکه، و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. آیات مبارکه در سوره بقره هست بینندگان عزیز، آیات را با هم بخوانیم و من آن را خدمت شما ترجمه میکنم و بعد از آن بقیه روایت را برای شما میخوانم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. از مردم کسانی هستند که اینها گرفته اند برای خداوند متعال شرکا، من يتخذ من دون الله اندادا، برای پروردگار عالم شریک و مثل قائل شدند. يحبونهم كحب الله، شرکای خدا را که به زعم خودشان اینا شریک خدا هستند، مانند خدا دوست دارند، مانند خدا به او علاقه دارند، مانند خدا از او دفاع میکنند. والذین آمنوا اشد حبا لله، اما کسانی که ایمان دارند علاقه اونها به دین خدا و آنچه خدا نازل کرده، آنچه حق است میباشد، نه به اباطیل. ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. حبیب من، کاش اون زمان را ببینی، آن زمان را ببینید مسلمانان، کاش اون زمان را ببینید، خیلی صحنه جالبی است.
ستمکاران را میبینید که ستمکاران ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جميعا. آن صحنه خیلی جالب هست. آن اندامی که ستمکاران میبینند ولو یرا الذین ظلموا کاش ستمکاران میدیدند. چی را میدیدند؟ اذ یرون العذاب، اون زمانی که عذاب خدا ظاهر میشود، اون زمانی که چشم ستمکاران، اون کسانی که برای خدا شریک قائل شدند، حالا شریک قائل شدند منظور چیه؟ حالا براتون میگم، همین کسانی که قائل به امامانی هستند که خدا اونها را امام تعیین نکرده، منظور اینه. اون هنگامی که اینها کاش اون زمان را ببینند، این ستمکاران پیروان ابوبکر و عمر یا پیروان فرقه دجالیه، کاش اون زمان را ببینند که وقتی که چشم اینها به عذاب خدا میافتند، الله آتش جهنم زبانه می کشد و نعره می کشد و جهنم سیاه و تاریک، پر از دود، پر از اژدهاهای آتشین. آتش جهنم هم تاریک سیاه است، مثل آتش دنیا نیست که روشن بکنه، نه، تاریک وحشتناک، اژدها، مار، عقارب، ملائکه شداد و غلاظ ستمکاران را می آیند با زنجیرهای آتشین می بندند و با تازیهای آتشین می زنند و برای ابد الابد باید اونجا بسوزند و باید عذاب بکشند و باید بله ببینند نتیجه اعمال خدا. اون زمانی که چشمشان، اون لحظه که از خاک بلند میشوند روز قیامت، چشمشان به این عذاب میافتد، اون زمان را دیدنیه، اون زمان دیدنیه. اون زمان اینها میفهمند ان القوه لله جميعا، اون زمان این میفهمند که قوت، قدرت همش دست خداوند متعال. دنیا امتحان بود، دنیا امتحان بود و گذشت. قدرت هم در دنیا دست خدا هست، دست امیر المؤمنین علیه السلام، هم در آخرت قسیم الجنت و النار سلام الله علیه، هم در دنیا امام زمان علیه السلام امامه، هم در آخرت تاجدار روز جزا هست امام حسن علیه السلام. و ان الله شدید العذاب، اون زمان خواهند فهمیدن که عذاب خدا خیلی شدیده، خیلی سخته، عذاب خدا شدیده. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اون زمان هست که کسانی که پیروی شده اند، کسانی که رهبر بودند، کسانی که امام بودند، کسانی که امام فرقه های زاله بودند، آقا خان مثلا، امام های اسماعیلیه، امام های زیدیه، امام های بهره ها، امام های فرقه عمریه، ابن تیمیه را میبینیم، محمد ابن عبدالوهاب را میبینیم، ابو حنیفه را میبینیم، اشعری و غیر اینها را میبینیم، ابو بکر و عمر را میبینیم، فرقه های باطل دیگر، بهاییه، غیر اونها، بابی ها را میبینیم، فرقه دجالیه را، امامان فی این فرقه ها، امام پیشوایان این فرقه ها را میبینید که اینها تبرأ، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، این پیشوایان را میبینید که لعنت میفرسته به پیروان خود. ابو حنیفه چیزی که مقلدینش هست همینا رو لعنت میکنه، برید گم بشید پدر سوخته، من اصلا شما پیرو من نیستی، پیرو من نیست، کار ندارم. کسانی که وهابی شدن، محمد ابن عبدالوهاب به اونا فاش خواهر و مادر میدهد که برید گم بشید، من اصلا شما کار ندارم. فرقه دجالیه را میبینید، اون دجال یک دسته میبینید کنجا آمده اونجا فاش میده، ای به مثلا به جنتی فاش میده، به خزعلی فاش میده، به مهدوی کنی مثلا فاش خواهر و مادر رو اینا میده، میگه من اصلا شما پیروی من نبودی، پروردگار اینا دروغ میزنه، من امام اینا نیستم، دروغ، من اصلا دعای امامت نکرده بودم، من نه 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 نه, نه. من یک آدم گنهکار بودم در دنیا، اینا به دروغ میگه که من امام دعای امامت کردم، امام ما هست، نه 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 نه، پیشوایشان من نبودم. خلاصه تمام کسانی که ادعای پیشوایی کرده اند اونجا و پیشوایی اونها از جانب خدا نبوده، اونجا همه اینها پیروان خود را فاش خواهر و مادر، فاشای رکیک، خلاصه اظهار بیزاری و انزجار میکنند. و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، و این کدام زمانه که اینها فاش میدن به پیروان خود؟ اون زمانیه که عذاب خدا را میبینند.
عذاب خدا را میبینید. جهنم، جهنم، دروازه های جهنم باز، ملائکه با شدت و غضب، با چهره های پر از غضب، با تازیه های آتشین، اینها را میبرن به سوی جهنم. و تقطعت بهم الاسباب، و دیگر اونجا اون زمان زمانی است که اون زمان دیگر هیچ امیدی دیگر ندارند، دیگر هیچ رو بیارن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، دنیا چخ میشه، چخ گم میشه. رو بیارن به اهل بیت علیهم السلام که شما شفاعت بکنید، چخ میشن از اونجا، چخ برید گم میشه. رو به هر کسی بیارن چخ میشوند. تقطعت بهم الاسباب، اسباب نجات قطع میشه. و پیش خدا ناله بکن، پروردگارا اجازه بده که ما توبه بکنیم. خداوند متعال میفرماید اخسؤوا فیها ولا تکلموا، چخ برید، چخ به جهنم، به جهنم بریزید اینا، حق ندارید با من حرف بزنید. خب این حال پیشوایان. اما حال رهروان، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. پیروا چی کار میکنه؟ مثلا این ذوب شدگان در ولایت، جماعت عمریه، اینها، اینایی که پیروی کردن از ابو بکر عمر، کسانی که پیروی کردن از دجالیه، خب پیروان چی کار میکنه؟ اینا میگن که ای کاش به دنیا برگردیم، به دنیا برگردیم، به خامنه عجب فحش بدیم، دنیا برگردیم. حالا که همینطور اینا اینجا ما را فحش میده، اونجا در اون زمان، اون در دنیا اگر خدا ما را برگردانه، ای کاش برگردانه که ما اینا را خوب فاش خواهر و مادر به اینها بدیم، اینا را لعنت کنیم، از اینها اظهار براءت بکنیم. اینا حالا آمدن با ما فاش میدن در اون دنیا که ما اینا را شعار میدادیم، تعریف میکردیم، اینها کلشون را تکان میدادن و خوشحال میشدن، حالا با ما فاش میدیم، ای کاش خدا ما را به دنیا برگردانه که ما به اینا چند فاش خواهر مادر بدیم. عمریا این حرف را میزنن، بله تمام فرقه های باطل این حرف را میزنن. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، این چنین است که خداوند متعال اعمال اونها را، کرده های اونها را سبب ندامت و سبب حسرت برای اونها می سازد. تمام عمل کرده در دنیا، پیروی کرده از دجالی، اصلا در پیروی دجالی زندگیش را صرف کرده، ذوب شده بود. یک کسی مثلا در پیروی ابو هریره، در پیروی ابن تیمیه، در پیروی اشعریه، خلاصه خیلی زحمت کشیده، کتاب نوشته، سخنرانی کرده، کتک خورده، بله خداوند متعال تمام این کتک خوردنهای او در دنیا را، زحمتهای او را، زحمت کرده، تحقیق کرده، کتاب نوشته، سخنرانی ها کرده، سفرها کرده، همه اینها را روز قیامت برای او اسباب ندامت، پشیمانی و حسرت و آه کشیدن میگرداند، هم از عوام را و هم از ائمه باطل را. ابو بکر و عمر اعمالش باعث پشیمانی و حسرت و ندامت. جماعت دجالیه، بله رهبرانشان، رهبریشان سبب پشیمانی، حسرت و ندامت. و ما هم بخارجین من النار، و من اونها را از آتش جهنم هیچ وقت بیرون نمی کنم. از این آیه پرسیدم از امام باقر علیه السلام، اصول کافی جلد یک صفحه 374 حدیث 11، قال هم والله اولیاء فلان و فلان. امام علیه السلام فرمودن که به خدا قسم این برادران عزیز کیست؟ پیروان کیست؟ پیروان فلان و فلان، جبت و طاغوت، اون کسانی برای که شبکه ولایت میگوید که ما رقم انف شیعیان و عمری ها میگویم برادران عزیز اهل سنت. این پیروان جبت و طاغوت است. اتخذوهم ائمه دون الامام الذي جعله الله للناس امام. اینها فلان و فلان را، فلان و فلان جبت و طاغوت را و بقیه ائمه باطل را، به جای ائمه حق اونها را امام اخذ کردن، امام انتخاب کردن، برای خودشان امام گرفتن.
فلذلك قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. آیات را امام باقر علیه السلام از آن زبان مبارک، از آن زبان قدوسی، از آن زبان جبروتی، از آن زبان پاک و مطهر آیات قرآن کریم را خواندند. خوشا به حال جابر. ثم قال ابو جعفر علیه السلام هم والله یا جابر ائمه الظلمه و اشیاعهم. امام علیه السلام فرمودند به خدا قسم ای جابر، این آیات درباره امامان ظالمین و پیروان آنها است. امامان ظالمین و پیروان آنها است. پس بینندگان عزیز من، حدیث و آیات فقط مخصوص فلان و فلان جبت و طاغوت نیست، ائمه ظلمه همگی اونها را شامل می شود. حدیث بعدی دوستان عزیز، حدیث دوازدهم. بله، این حدیث مانند حدیث اول هست. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنا عن ابی سلام عن ثور ابن کلیب، مانند اونه، متنش همون هست، سند فرق میکنه. الحسین ابن محمد، یروی عن معلا ابن محمد عن ابی داود المسترق عن علي بن ميمون عن ابن ابي عفور. دوستان عزیز، معلا ابن محمد ایشان ثقه است. حسین ابن محمد هم قبلا برای شما نشان دادیم در این روایت. این حسین ابن محمد در روایت سوم اینجا آمده. برای شما صحبت کردیم درباره حسین ابن محمد قبلا در حدیث سوم این باب. و حسین ابن محمد ابن عامر ثقه و نجاشی توصیح کرده ایشان را. معلا ابن محمد هم بینندگان محمد عزیز، معلا ابن محمد بصری هست، صاحب کتب متعدده و ایشان ثقه هستند. و بعد از ایشان ابو داود، سند بعد فرق میکنه، ابو داود مسترق. ابو داود مسترق و دوستان عزیز، اسم ایشان سلیمان ابن سفیان هست. سلیمان ابن سفیان، بله، المسترق. و ایشان علامه حلی در خلاصه ایشان را توثیق کرده. علی ابن میمون، بینندگان محترم من، لقب ایشان است الصائغ، علی ابن میمون الصائغ، در خلاصه علامه حلی توثیق ایشان موجوده. ابن ابی عفور، عبدالله ابن ابی عفور، بله، ثقه هستند و از نزد امام صادق علیه السلام بسیار کریم بودند و بسیار به ایشان امام صادق علیه السلام عزت می کردند و قبلا ایشان هم ذکر کردیم. پس حدیث سند آن متصل و صحیحه و این بله تقویت میکند حدیث اول این باب را که دیروز در اول برنامه برای شما خواندیم، چون متن حدیث یکی. ثلاثتون سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم. اون حدیثی که اون روز برای شما خواندیم، اون از ثور ابن کلیب بود، از امام باقر علیه السلام. این حدیث و متن یکی، از امام صادق علیه السلام. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سه طائفه هستند که خداوند متعال به اونها نظر رحمت نمی کند روز قیامت و به اونها را از نجاستشان پاک نمی کند، مغفرت شامل حال اونها نمی شود، پلیدی اعمال از اونها دور نمی شود. ولهم عذاب أليم، و از برای اونها هست عذاب بسیار دردناک. من ادعى الامامة من الله ليست له، اول کسی هست که ادعا بکند امامت را از خداوند متعال، اون امامتی را که خدا به او عطا نکرده، خدا او را امام نساخته، اما خودش ادعای امامت میکنه. و من جحد اماما من الله، و دوم کسی هست که یکی از ائمه را انکار بکند، منکر بشود، بگد امام رضا علیه السلام را قبول ندارم، واقفی بشود یا اسماعیلی بشود، بهره بشود، بگوید امام کاظم علیه السلام را تا امام زمان علیه السلام اینها را قبول ندارم. و من زعمه
بعدش سوم ان لهما فی الاسلام نصیبا، و سوم کسی هست که فکر بکند از برای جبت و طاغوت، از برای قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها بهره ای از اسلام هست، اونها را مسلمان بداند. اون دوتا را مسلمان بداند، آن او خداوند متعال او را نمی بخشد. این حدیث هم صحیح. خب بینندگان محترم من، حالا آن این روایات روشن شد، احادیث خوانده شد خدمت شما و خدمت شما تقدیم گشت. خداوند متعال به شما عزت و عافیت عنایت بکنه. مشکلی پیش آمده بینندگان محترم من که شماره های تلفن ما سابقش کار نمی کنه و این یک مشکل موقت هست و انشاءالله به زودی حل خواهد شد. لذا شماره تلفن جدید گذاشتیم برای تمام فرقه ها، هر کسی بخواد زنگ بزند و یک شماره بیشتر نیست و عذر می خواهیم از این بابت که برای شما باعث اذیت خواهد بود. از دیروز تا حالا، بعد از برنامه دیروز، از دیشب به وقت کالیفرنیا، شما تلفن ما اشکال پیدا کرده و علتش هم این بود که اون شرکتی که ما سابق با او بودیم، اون شرکت ورشکست شد و شرکت جدید که ما با او کار میکنیم، اونها بعضی تغییراتی آورده اند که این شماره ها از کار افتاده. اما خب درست میشه، چیز موقتی هست و من اصلا نمیخواستم امشب برنامه اجرا بکنم، اما به خاطر اینکه شما دوستان توقع دارید که برنامه اجرا بشود، من خدمت شما باشم، مجبور شدم که با همین یک شماره با شما امروز صحبت بکنم و الا در جلسات بعدی انشاءالله تلفن ها درست بشود، تمام شماره ها فعال بشود، با شما صحبت خواهیم کرد. در رابطه با مناظره دیروز یک نکته را خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که خیلی خب دیگر واضح روشن که جماعت دجالیان مثلا از کفر خامنه‌ای دفاع بکنند. جماعتی که نتوانستن از کفر خامنه‌ای دفاع بکنند، بله، همه هم مغمشان این بود که امام صادق علیه السلام گفته که رحم الله، به جناب زید گفته خدا را زید رحمت بکند و اون حدیث این بود و من دیروز برای شما خواندم، روضه کافی نوشته مرحوم کلینی جزء ثامن که در سال بله در 1387 در تهران در دارالکتب الاسلامیه چاپ شده، در صفحه 277 حدیث 420 عن ابان ابن عثمان عن من حدثه. خب این حدیث مرسلم هست، جماعت دجالیه بیشتر اونها حدیث مرسل را قبول ندارن. عن ابی نه این حدیث نیست، حدیث اینه 421، عذر میخوام، این مرسل نیست. المفضل ابن عمر، از مفضل ابن عمر، كنت عند ابي عبد الله عليه السلام بالكوفه ايام قدم على ابي العباس فلما انتهينا الى الكناسه. اون زمانی که امام صادق علیه الصلاه والسلام نزد صفاح ابي العباس صفاح خلیفه اول عباسی در کوفه آمده بودند، من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. به کناسه رسیدیم، به منطقه‌ای بوده به نام کناسه در کوفه، اونجا رسیدیم، امام علیه السلام فرمودن ها هنا عمی زیدون، ها هنا صلب عمی زیدون رحمه الله ثم مذا، اینجا در همین کناسه عموی من جناب زید به درخت خرما بسته شد، به دار آویخته شد، رحمه الله، خدا اوشان را رحمت بکنه. ثم مذا حتی انتها الى طاق الزیاتین، بعد رفتیم در طاق زیاتین و اونجا پیاده شدیم، قصه تمام. این دلالت میکند که قیام زید مورد تأیید بوده. بینندگان محترم، خب کلام خیلی عجیبه و ما مبتلا شدیم به قومی که دروغگو هستن. دوستان عزیز بیننده، این وبسایت خود آقای خامنه ای هست، موقع خود آقای خامنه ای، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری فرقه دجالیه، پیام تسلیت رهبر معظم در پی در گذشت فقیه بزرگوار آیت الله منتظری، پیام آقای خامنه ای در وفات آقای منتظری این چنین هست: بسم الله الرحمن الرحیم، اطلاع یافتیم که فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسین علی منتظری
رحمت الله علیه دارفانی را ودا گفته و به سرای باقی شتافتند. ایشان فقیه متبحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیاد از ایشان بهره بردند. دوران طولانی از زندگی آن محروم. نمیگه که استاد من هم بود. خب از جمله استاد تو هم بود که خامنه‌ای و تو اینقدر نمک حرام بودی و نمک ناشناس بودی که استاد خودت را در خانه اش زندانی کردی و کتکم زدی. بله. و از شاگردان زیاد از ایشان بهره بردند. دوران طولانی از زندگی آن محروم در خدمت نهضت خمینی راحل عظیم الشأن گذشت. بله بزرگ میکنم که خوب بخوانید. و ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی‌های زیادی را در این راه تحمل کردند. در آخر دوران حیات مبارک امام فرقه دجالیه امتحانی دشوار و خطیر پیش آمد که از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خیش بپوشاند و ابتلاعات دنیوی را کفاره آن قرار دهد. ابتلاعات دنیوی یعنی این که خودش زندانی کرده استاد خودش را. دیگر ابتلای دنیوی که آقای منتظری که نداشت جناب آقای خامنه‌ای، همین بود که تو به حسینیش عمله کردی. قرآن شریف و مفاتیح الجنان را در حسینیش آتش زدی و این بیچاره را در خانهش با بچه هایش زندانی کردی و بعد طبق بعضی از نقل هایشان را کتکم زدن. این جانب در گذشت ایشان را به همه بازماندگان به ویژه همسر مکرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت میکنم. سید علی خامنه ای 29 آذر 1388. خب بینندگان محترم من، اینجا هم طلب رحمت چند مرتبه کرده و آقای منتظری مخالف خیلی سرشناس آقای خامنه ای بود و مخالف مرجعیت او و مخالف رهبری او و منتقد کارهای آقای خامنه ای بود. آیا این طلب رحمت دلالت میکنه بر تأیید کارها؟ خیلی جالبه. احادیث صحیحه بر منع قیام زید وارده، اونها را شما جماعت دجالیه نظر انداز میکنید و این یکی چسبیده اید. خب بینندگان عزیز، مناظره را شما دید و ما تکرارش را چند بار پخش کردیم و در آینده مکرر پخش خواهیم کرد ان شاء الله العزیز. متاسفانه خطوط تلفن فقط یکی هست و من خدمت شما سروران عزیز خودم هستم. هر کسی زنگ بزند تلفن ها را جواب میدیم. سلام علیکم بزرگوار، بفرمایید. سلام علیکم. خدا قوت یاری نبی طالب. خدا قوت.